سرخط خبرها شلیک موشک های ستونی هزبولا به قلب تلاوی کنترل ایران بر پایگاه های نظامی آمریکا در سراسر منطقه گزارش یک رسانه معتبر آمریکایی در مورد افزایش خودکشی سربازان اسرائیلی اظهار نظر ایلان ماسک در مورد ورشکسته شدن اقتصاد آمریکا سلام به این بسه خبری از کانال شیپور خوش آمدید. منابع رسانه ای اعلام کردند که موشک هایی که الله لبنان به قلب تلاوی شلیک می کند تا ستون وزن دارند. پایگاه خبری آمریکای اینترسپت فاش کرد که حزب الله لبنان سطح عملیات خود را گسترش داده و موشکهایی به وزن ستون به تلاویو شلیک می کند. حزب الله لبنان صبح روز سهشنبه پایگاه های نظامی و چند منطقه در تلاوی و حیفا را با حمله های موشکی خود هدف قرار داده و باعث اختلال در فرودگاه بنگوریان در اسرائیل شده است. پیشتر هم حزب الله لبنان از بمباران پایگاه دریایی استلا ماریس در شمال غرب حیفا با موشک خبر داده بود. از سوی دیگر رادیوی ارتش اسرائیل از رصد پرتاب 20 موشک از لبنان به سمت تلاویو جلیل علیا و جولان اشغالی خبر داده و از آن داشت که یک فروند موشک در نزدیکی شهرک های مجاور خط سبز در شرق تلاویو سقوط کرده و در پی آن صدای انفجار مهیبی شنیده شده است. جپه داخلی اسرائیل در ارتش نیز اعلام کرد آژیرهای خطر صبح امروز در مرکز اسرائیل تلاویو قیصری هرزلیا و مناطق جنوب حیفا به دلیل پرتاب موشک از لبنان به صدا درآمد این در حالی است که اسرائیل انتشار اخبار و گزارش ها و تصاویر مربوط به این حملات را من کرده و برای انتشار این اخبار حتی به صورت غیررسمی رسمی در فضای مجازی جز از مجرای طراحی و نظارت شده ارتش اسرائیل مجازات تعیین کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری در کویت گفت ما از نزدیک تمامی پایگاه ها و تحرکات آمریکا را در منطقه رصد می کنیم و اطلاعات پایگاه آمریکا در اردن را در اختیار مسئولان کشور اردن قرار می دهیم. وی ادامه داد ما به دنبال توقف جنگ در تمامی منطقه هستیم البته ممکن است مسیرهای مختلفی برای سلطه شود و با کشورهای منطقه در ارتباط هستیم نماینده من در بیروت مستقر است و با طرفات دیدار دارد البته تصمیم گیری درباره آتش بس بر عهده خود دولت لبنان است و ما به آنها کمک می کنیم وزیر امور خارجه گفت همه کشورهای منطقه به ما گفتند که مخالف حمله اسرائیل به ایران هستند چه برسد به حمله به مراکز هسته ای تاکید می کنیم اسرائیل به هر شکلی به ایران حمله کند به همان شکل پاسخ خواهد گرفت وزیر امور خارجه تاکید کرد ما میدانیم که آمریکا به هیچ قاعده بین المللی پایبند نیست اما آماده پاسخ به تهدیدات احتمالی هستیم و برای دفاع از خود ابزار و شیوه خود را داریم وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر در خصوص موضع حزب الله لبنان گفت مواضع حزب الله لبنان را خود آنها اعلام می کنن و ما هم به سهم خود کمک خواهیم کرد که جنگ پایان یابد وزیر امور خارجه گفت اسرائیل به دنبال گسترش جنگ به منطقه است و باید جلوی این فاجعه را در منطقه بگیریم. دیدگاه های مشترکی بین ما در خصوص لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و محکومیت این جنایات وجود داره. لزوم همکاری بین همه کشور منطقه برای رسیدن به آتش بس و توقف حملات این نگرش مشترک وجود داره در مجموع به نظرم که جلسات خیلی خوب داشت شبکه خبری CNN در گزارشی با اشاره به گستردگی جنایت انسانی اسرائیل در غزه نوشت افزایش میزان خودکشی در میان سربازانی که از جنگ قزه باز میگردند نشان دهنده های روانی جدی است که افراد درگیر در نسل کشی جاری در این باریکه تجربه می‌کنند این گزارش با اشاره به نامشخص بودن تعداد دقیق افرادی که در سرزمین های اشغالی به دلیل خودکشی جان خود را از دست دادن افسود. نیروهای دفاعی اسرائیل آمار رسمی میزان خودکشی در میان نظامیان ارتش را ارائه نمی کنند. CNN در پایان نوشت با گسترش جنگ اسرائیل به لبنان برخی از سربازان اسرائیلی میگویند که از احضار دوباره به جنگ دیگر وحشت دارند یکی از امدادگران ارتش اسرائیل که چهار ماه در غزه خدمت کرده بود گفت بسیاری از ما از احضار دوباره به جنگ در لبنان وحشت داریم خیلی از ما دیگر به دولت و کابینه نتانیاهو اعتماد نداریم ایلان ماسک بنیانگذار شرکت تسلا و همچنین از قولهای اقتصادی جهان در صفحه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که کاهش شدیدی در هزینه های دولت آمریکا صورت نگیرد این کشور عملا ورشکسته خواهد شد به نقل از اسپوتنیک ایلان ماسک میزان بهره پرداختی به قروز ملی ایالات متحده را بسیار بالا دانسته است در همین حال چندی قبل نشنال اینترست در مقاله درباره آینده اقتصادی آمریکا آورده است با وجود آمار مطلوب اشتغال و تورم در آمریکا لایه های زیرین اقتصاد این کشور در معرض خطر یک بحران هستند در همین حال خبرگزاری رویترز مقام های ایالات واشنگتن پایتخت آمریکا اعلام کردند پنج تن بر اثر تیراندازی در خانه در نزدیکی منطقه سیاتل این ایالت کشته شدند. بر اساس این گزارش در این رویداد سه کودک و دو بزرگسال کشته شده که در پیوند به آن یک پسر 15 ساله بازداشت شده است. این در حالی است که آمارهای اخیر نشان دهند از افزایش خشونت‌های ناشی از تیراندازی در ایالات مختلف در آمریکا می باشد. بر اساس گزارش پلیس فدرال آمریکا 48 تیراندازی در 26 ایالت آمریکا و در مکانهایی مانند فضای باز، مکانهای تجاری، آموزشی، فضاهای مراقبت‌های صحی و سکونتگاه‌ها صورت گرفته. که منجر به کشته شدن دهان نفر شده است. FBI نزدیک به یک سوم این حوادث را به عنوان کشتار جمعی دسته بندی کرده است. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ش شرکت چینی را به دلیل حمایت از توسعه تسلیحات ایران و همچنین نوسازی ارتش چین به فهرست سیاه صادراتی اضافه کرده است وزارت بازرگانی آمریکا ادعا کرد که این شرکتها با حمایت از برنامه تسلیحاتی تهران و ارتش چین برخلاف امنیت ملی آمریکا عمل می کنند. این در حالی است که وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی قوانین جدیدی را به بهانه محافظت از داده های دولت فدرال یا شخصی آمریکایی ها در برابر کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از طریق محدودیت های جدید برای برخی معاملات تجاری معرفی کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین ماه گذشته به بهانه جنگ اوکراین نهادها و افرادی را در چین و روسیه تحریم کرد. برای همسویی با اسرائیل در پی عملیات وعده صادق دو تحریم های جدیدی علیه بخش نفتی و پتروشیمی ایران اعلام کرد. این عملیات با تصویب شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع صورت گرفته است. ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.